سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 18 حمل سال 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 6 اپریل سال 2024 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، پیام ایدی زعیم امارت اسلامی. زعیم امارت اسلامی تا این پیام خواستار روابط نیک با جهان گردیده. آغاز سلسله رهای زندانیان از بند. امارت اسلامی میگوید قرار است به مناسبت عید 2000 زندانی افغان آزاد شوند. با هشدار برخی از رسانه های آمریکایی به حملات پاسخ ایران بالای اسرائیل. مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. زعیم امارت اسلامی طی پیام ایدی خود خواستار رابطه متوازن و اقتصاد محور استوار به منافع ملی و احترام متقابل با جهان گردیده است. زعیم امارت اسلامی تعلیمات دینی را مکلفیت خوانده و از افغانها خواسته تا به جای تکیه بر بیگانگان خود برای بهبود وضعیت اقتصادی تلاش نمایند. در این پیام در کنار امر به رفتار نیک و حسنه مسئولین حکومت و مقامات با مردم، از آنان خواسته شد تا در کارها از روابط خودداری کنند و کارهای مردم را با تأخیر مواجه نسازند. زعیم امارت اسلامی به مناسبت عید سعید فطر در پیام عیدی خود به برخی از موارد اشاره کرده است. در پیام منتشر گردیده از سوی زعیم امارت اسلامی، خواست رابط نیک و حسنه استوار به منافع ملی و احترام متقابل با جهان مطرح گردیده و گفته شده که کشورهای مذکور باید با استفاده از امنیت و فرصت موجوده رابط خوب سفارتی و اقتصادی را برقرار نمایند. در این پیام امارت اسلامی متحد به تعهدات خود یاد شده و از جهان هم خواسته شده تا فضای باور را ایجاد و پالیسی استوار بر روحیه همکاری های متقابل با حکومت افغان را اختیار نمایند. امارت اسلامی افغانستان به اساس پالیسی اسلامی و شرعی خود خواستار رابطه حسنه استوار به احترام متقابل با همه طرف هاست. با تمامی کشورهای منطقه در پرتو دین مقدس اسلام و چوکات سیاست متوازن و اقتصاد محور به پیش می رویم و خواهان رابطه خوب سفارتی و اقتصادی با تمامی کشورها هستیم. زعیم امارت اسلامی طی پیام ایدی خود هرچند از ایجاد تسهیلات در بخش علوم دینی و عصری در ظرف 2.5 سال گذشته سخن زده و علوم دینی را مکلفیت هر فردی یاد کرده، اما در آن در مورد حکم علوم عصری و روند تعلیمی دختران هیچ چیزی گفته نشده است. در پیام مذکور همچنین هرچند اسمی از سازمان خاص و کمک کننده بردن نشده، اما از افغانها خواسته شده تا به جای تکیه بر دیگران روی گسترش اقتصاد خود کار نمایند. تا یک حد تلاش ها و برخی از کارها آغاز شده، شما هم آرام نباشید. کوشش نمایید تا به طور انفرادی و اجتماعی زمینه را برای کارها فراهم سازید، میان هم شرکت ها بسازید و زمینه را برای کشت و زراعت نیز فراهم و با اقتصاد کشور خود رشد و پیشرفت دهید. زعیم امارت اسلامی به مسئولین و مقامات حکومتی امر کرده تا از رفتار نیک و حسنه با مردم کار گیرند. به آنان خاطر نشان شده تا از رابط دست بردارند و کارهای مردم را به تأخیر روبرو نسازند. در همین حال احتمال ایجاد اختلاف در داخل نظام نیز به شدت رد شده و در کنار آن از مسئولین نیز خواسته شده تا از اختلافات میان هم دست بردارند و به توازن جرم و مجازات توجه نمایند. همه مسئولین باید به کارهای خود متوجه باشند. مسئولان باید میان هم برادرانه زندگی کنند، از خودخواهی و اختلاف میان هم خودداری کنند. هیچ فرد نباید ناحق آزار و اذیت گردد. اگر کسی زندانی می شود، باید قبل از قبل خوب بررسی گردد. این دوره می گذرد. ما و شما باید کوشش کنیم که به نسل های آینده یک تاریخ، لوایح و اصول پسندیده و خوب را تقدیم نماییم. در کنار این، زعیم امارت اسلامی در پیام ایدی مذکور جلوگیری از هر گونه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را از مکلفیت‌های حکومت سرفرست خوانده و در کنار آن از مردم خواسته شده است تا به مسئولین امنیتی در بخش تحکیم امنیت همکاری نمایند.
به اساس فرمان زعیم امارت اسلامی به مناسبت عید سعید فطر سلسله رها شدن 2000 زندانی افغان از بند آغاز شده است. این سلسله از زندان پلچرخی با رهایی حدود 400 زندانی آغاز و 2000 زندانی افغان از زندانهای سراسر کشور آزاد خواهند شد. مقامات میگویند هیچ گونه شکنجه در زندانها وجود ندارد و اگر کسی چنین عمل را انجام دهد به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. ما تقاضای ما ای است که در ماحول محیط خود و دیگر دوستا و رفقایتان امیر گپار تلقین بکنین که در آینده هیچ افغان هیچ مسلمان کوشش کنین که مرتکب اعمال خلاف شریعت نشود. و از الله متعال ما امید داریم که روزهای بیاید که در محبس ما هیچ مجرم نباشد. من پر طور افغانستان که بیا هم وایم چی چا سوک با ثابت هنه که سوک شکنجه شوی و تکول شوی و نمیده چای جزا چا تا ورکری او نه ورکوم. و در ارتباط با روش و برخورد مسئولین در داخل زندان ما به شما اطمینان میدم یکی صحبت های تشریفاتی است که از بیرون شایعات صورت میگیره و او عقده‌مندانه میباشه و در اثر برخورده های غیر قانونی میباشه، اما اوطور یک گپ نیست. در داخل زندان الحمدلله از لحاظ تعلیم و تربیه کاملا درست و خوبتر از گذشته جریان داره که ما در روز تقریبا با جمعی از حفاظ قرآن کریم در روز حفظ میکردیم و حفظ کردن و دیگه استادهایی که مجرب و دانسته و صاحب رسوخ و با شخصیت هایی هستن که در روز میان زندانی ها را درس میدن، تعلیم تربیه جریان داره. سیاست فشارها به ضرر افغانستان و جامعه جهانی است. کارشناسان میگویند قربانی فشارها افغانهای آمند و جهادهای داخل باید منافع همدیگر و اصول جهانی را بپذیرند. در این حال زعیم امارت اسلامی تا یک پیام عیدی رابط با جهان اسلامی را استوار به برادری و اخوت خوانده و روی دیدگاه مشترک نیز تاکید کرده است. از حاکمیت مجدد امارات اسلامی نزدیک به 3 سال میگذرد، اما جامعه جهانی و حتی کشورهای همسایه تا اکنون حکومت سرپرست را به رسمیت نشناختند. این مدت زمان تا حد زیادی با سیاست فشارها مسان جامعه جهانی و حکومت سرپرست افغانستان گذشت و انتقاد بر این بود که یک حکومت فراگیر در افغانستان وجود ندارد. محدودیت های تعلیمی و کاری زنان پا برجاست و برخی از کشورها اتهام وارد میکنند که تروریسم در افغانستان بیشتر شده است. زعیم امارات اسلامی در یک پیام به مناسبت عید سعید فطر علاوه از بسیاری از مسائل از روابط و موقف امارات اسلامی با جهان اسلامی نیز یادآوری کرده است. روابط امارات اسلامی با جهان اسلامی استوار به اخوت و برادری است. همه مسلمانان برادر ما اند. با توجه به همین اصل ما دین مشترک، عقاید، باورها و منافع مشترک داریم که باید روی همین دلیل با هم دیدگاه مشابه نیز داشته باشیم. در درد همدیگر شریک و به اندازه توان خود با همدیگر کمک و همکاری نماییم. اختیار نمودن موقفی که امارت اسلامی هم خواستار ایجاد چنین فضا است می تواند مشکلات مشترک ما را کاهش و هموار سازد. کارشناسان میگویند سیاست فشارها ناکام است و لازم است تا امارات اسلامی آنقدر خواسته های مشروع جامعه جهانی را بپذیرد که فراراه مشروعیت جهانی و تعامل قرار دارد. با باور آنان کشورها و یا دولتها در آنقدر قضایایی که چند بودی اند، هیچ طرف حق ندارد تا باورهایشان را به همدیگر تحمیل نماید و طرف های متقابل باید شروط همدیگر را طوری بپذیرند که هیچ طرف در آن متضرر نگردد. فشار نه په امارت اسلامي طالبان باندې که هغه نړیوالې که د سیمې که د ګاونډیان وي که د ملګرو ملت وي دا کوم مفید لاره نه ده او کوم خاص اثر هم نه کوي که کولی په دغه تقریبا څه کم 3 کالو کې به یې کړی وای. بهتره د تعامل لاره ونیول سي، مشکلات د خبرو اترو له طریقه حل سي. هغه خواستي هغه مشکلات طالبان لري هغوی ته رسیدګي وسي او د طالبان هم د نړیوالو شرایطو ته باید غاړه کېږدي. اما برعکس فشار بیا هم تاکید کوم چې غیر زجر و شکنجه و فشار ملت تورزی بل چه گتن لرید. از فکر کوم چه ده جه کمبودی اغا اصلی زیان ده افغانستان خلق ترسیجه، افغانستان ترسیجه، افغانستان ورس پاورز منزوی کیجه، ده جهان ده تمدن او ده پیشرفت چخه را گرزی. نو لحاظ پکار داده چه جر تر جر ده انزوا ختم سی ده افغانستان برت په جهانی ټولنه کې مدغم سي او د جهان سره یو مشترک جواب پیدا سي. زه فکر کوم چې په فشار اچولو سره یا د انزوا په خوشولو سره
د افغانستان مشکلات نه حلیږي. چیزی کم 2.5 سال می شود که امارات اسلامی مجدداً حاکمیت را در افغانستان به دست گرفته، اما در این مدت زمان هیچ یک از کشورها حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نشناختند. اما مسئولین می گویند که علاوه از منطقه با بسیاری از کشورها روابط مثبت دارد و داشتن چنین روابط به معنی رسمیت شناسی نااعلان گردیده است. آمودگی ها برای عید در بلخ نسبت به عیدهای سالهای گذشته افزایش یافته است. شهرنشینان مزار شریف می گویند که نسبت به سالهای دیگر با فرارسیدن عید سعید فطر مراجعه مردم به بازارها افزایش یافته و به گفته آنان مردم به شکل بهتر به عید آمادگی می گیرند. از سوی دیگر شماره از دکانداران هم از خرید و فروش مواد در بازارها خرسندند و بازار خرید و فروششان را نسبت به سالهای دیگر بهتر ارزیابی می کنند. شهر مزار شریف ولایت بلخ که سالانه با فرارسیدن سال نو و عید شاهد جمع و جوش مردم می باشد، امسال نسبت به سالهای دیگر در آن مراجعه مردم و بازار خرید و فروش رونق یافته است. در این حال باشندگان بلخ در کنار آمادگی کامل و عید امسال خبر می دهند. یک خو سال نو است، بهار نو است و ما شاهد هستیم که از سالهای قبل کرده امسال جمع جوش مردم و بیشتر است به خاطر خریداری میان در عید و همچنان سال نو. بعضی ها میرن در خیاطی ها لباس میدوزن، بعضی ها میرن در دوکان هایی که میوه خشک به فروش میرسن میوه خشک میخرن و جمع جوش مردم بیشتر است از سالهای قبل کرده. بخیر انشاءالله، بهار هم خوبش آمده، سال نو خوب آمده، یک ذره مردم امیدواریشان بیشتر شده که نسبتاً انشاءالله اقتصاد مردم هم خوب شده رایسته، برای جوان ها هم تازه کار پیدا شده رایسته، نگه امیده بعضی امیده هست. در این حال دکانداران میوه‌جات خوش در بازارهای بلخ با توجه به گذشته از کاهش بهای مواد و رونق بازارها خبر می‌دهد. در کنار این شماری از فروشندگان میوه‌جات تازه هم از کاروبارشان خرسندند. دیگه خوب است، مقصد بازار جمع جوش است، مردم در بازار است، اهمیت بسیار خوب است که مردم میبره بر خاطر سودا و مودا کل چیز شو فضل خدا خوب است. دیگه نه شکر مردم جمع جوش است، نزدیک عید است، بخیر نه مردم شور خورده کمیتون بر آمدن بازار خوب است. دیگه سالای پیش کرده خوب است، امسال از بازار خوب است. بله ها. در پله میوه خوش ده مردم رجوع کرده، میوه تازه میگیره مردم و نظر در سالای قبل دادم کمتر از امسال زیادتر میگیرم مردم. بله بگیره میوه بازار ما خوب است، چیزی که میوه میگیره از هر خانه 4-5 سر میوه خوش تر هم میگیره، دو خلطه 3 خلطه میوه خوش میگیره، 4-5 سر میوه تر هم میگیره، 2 سر کینو 2 سر سیب 2 سر مالتا، یعنی می چیزی کیوی هر چیز 2 سر میگیرن مردم. شکر خدا خوب است بازار. از سوی دیگر مسئولین شهرواله مزار شریف هم ازدحام و جمع جوش مردم را در بازارهای مزار شریف و وضعیت اقتصادی مردم را خوب می‌دانند. به گفته آنان روزانه به هدف کنترل نرخ‌ها بر بازارها نظارت دارند و از مجازات احتکار کنندگان در این زمینه نیز خبر می‌دهند. مزار د تیرو کالو باندې ساکل واقعا د مزار شریف کې ګڼو ګڼه زیاته شوې ده. یګانه علت هم دغه دی چې یو خو د موږ خوشبختانه یو اختر دوه اختر شاه چې یو نوی کال دی او بل د اختر د کوچنی اختر در رسیدو مناسبت باندې ګڼو ګڼه زیاته شوې ده، او بل په د ورستۍ کې د خلکو اقتصاد هم لږ ذره ښه شوی دی، او خلکو بالخصوص د دغه څو وروستیو بارانونو خلک دوی ته امیدواره کړي دي چې هغه کښت و کار او په اطرافو کې چې کومه سرمایه ګذاري کړې دی هغه کړې دی، لږ امیدواره کړي دي، په دې باندې لږ تاثیرات په بازار باندې زیات راغلی دی. نرخونو د څار کمیټه د ښار د بېلابېلو سیمو نه په وختن څارنه کوي چې په یو تعداد سرغړوونکو ته مطابق د نرخنامه د ښاروالۍ چې سرغړونه کړې وه هغه ته مسدود شول او سزا ورکړل شوله. هرچند وضعیت اقتصادی مردم در سالهای گذشته خوب نبود، اما بارندگی های پی در پی مردم را امیدوار در بخش زراعت و مالداری ساخته که با آن وضعیت اقتصادیشان نیز بهتر می گردد. در 2 دهه گذشته تأسیسات پروژه های عامل منفع ارزش میلیون ها دلار در کشور ساخته شده است. مردم هم تقاضا دارند که اداره های مربوطه باید در کنار عامل منفع
پروژه های انکشافی را که به مردم و کشور حیاتی شمرده می شود عملی و پروژه های ناتمام آن را تکمیل نمایند. با این امر وزارت انرژی و آب می گوید پروژه های مذکور در کشور جنبه بشری دارد و از مؤسسات جهانی نیز خواسته می شود تا با وانها در این زمینه کمک های بیشتر صورت گیرد. در ظرف دو دهه گذشته توسط عام المنفعه برزش میلیون ها دلار در کشور ساخته شده که حفاظت از آن مسئولیت همه می باشد. مردم عام تقاضا دارند که اداره های مربوطه در کنار پروژه های عام المنفعه پروژه های انکشافی را که برای مردم و کشور حیاتی شمرده می شود نیز عملی و کارهای تمام آن را تکمیل نماید. با این امر باشندگان ولایت میدان وردک می گویند که کارهای ساخت چک بندی که بالای 340 جریب زمین ساخته شده اکنون از آب آن تنها برای زراعت استفاده می شود. با گفته آنان بخش زیادی ماشینری بندی از کار افتاده و اگر برای ترمیم آن اقدامات صورت گیرد بدی نیست که به برخی از مناطق میدان وردک، غزنی و حتی کابل دوباره از برق مستفید گردد. او دا برق تللو دی دو زوینه کابل تللو تا ارگا پوری تا درلمونه پوری دا منطقه تول دی دو زوینه لگیدلا پا وقت داوت زایر که دی دو زوینه برق تللو بیا چې د نغلو پابریکه در هغه شوله چلون ده شوه جوړه شوله د موږ برق یې کښته کړلو برق یې د غوځو نه هغه کړل د دې کاسه چې ده اوس هم 40 متره ژوروالی لري که چیرې د دې نه دغه خاوره پاکه شي او دغه شاوخوا کومې اضافه خاورې چې په دې کې موجود وي دغه ورځنې پاکې شي نو په اعتبار سره ویلی شي چې د وردګو په ګډون به د لوګر کابل ولایت ته په پریمانه پیمانه باندې وکولی شي چې برق ورکړي. با این امر شمار از کارشناسان اقتصادی تاکید می کند که حکومت و سازمان های جهانی پروژه های انکشافی را در کشور بیشتر عملی سازند زیرا این امر در بخش آبادی کشور و ایجاد فرصت های شغلی به مردم موثر تمام شود. کارشناسان در کنار حفاظت از پروژه های مذکور روی عدم دخالت و حیف و میل در آن نیز تاکید می کند. دا تاسیسات په داسې رقم جوړ شي چې معیار ته برابر وي د زورواکو د ځینو اشخاصو لخوا نه پکې آیف او میل نشي پکې یا شخصي ګټې مدنظر ونیول شي تاسیسات هغه رقم جوړ شي چې نړیوالو معیاراتو ته برابر وي. یو دویم بو دا ده چې بیا د دغه تاسیساتو ساتنه څه رقم ترسره کیږي په معیار برابر جوړ شي خو بیا هم هغه پاملرنې ته ضرورت لري چې دا د ملت او حکومت په ګډه مسؤلیت ده چې بیا د داسې تاسیساتو او داسې پروژو چې تر ختم وروسته د دوی مسؤلیت بیا د حکومت او ملت پر غاړه کیږي. با این امر وزارت انرژی و آب می گوید پروژه های مذکور در کشور جنبه بشری دارد و از مؤسسات جهانی خواسته شده است تا به افغان ها در این زمینه کمک بیشتر نماید. سخنگوی وزارت مذکور می گوید تا کنون حدود 20 چک دمی از سوی مؤسسات جهانی در کشور ساخته شده است. مونگا پتول و نریوال مؤسسات و سازمانون و باندقه کبود تر چوک پوری پدغا بشری پروژو که دوی مرسته وکلی او دغا پروژو تا توجه وکلی. تر دې مهاله پورې د اوبو انرژۍ وزارت په چوکاټ کې د نړیوالو مؤسساتو له لوري د شلو په شاوخوا کې چیک ډمونه دا جوړ شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. د اوبو انرژۍ وزارت له لوري د دغه چیک ډمونو نظارت شوی دی. د نړیوالو سازمانونو لپاره هغوی چې غواړي دا ډول پروژې پلي کړي ښایي چې د حکومتي زیداخلو اداراتو سره هماهنګي وکړي تر څو پورې د دغو پروژو ښه نظارت تر سره شي. همداراز هیوادوال هم کولی شي چې د دغه پروژو په ساتنه کې هغه خپل مسؤلیت ادا کړي. حفاظت از تمام تاسیسات عامل منفیه و پروژه های فواید عامه و رشد آنان وظیفه ملت و حکومت است. تاکید بر این است که علاوه از حکومت مؤسسات جهانی همکاری و خود را در بخش رشد و گزارش پروژه های عامه و انکشافی بیشتر سازند. نزدیک به 45% کودکان در نورستان با خانواده هایشان مصروف کارهای شاقه هستند. مسئولین میگویند کودکان مذکور که برخی از آنان از تعلیم نیز بی بهره هستند با سن کم دهقانی میکنند و از کوه ها چوب میآورند. از سوی دیگر اداره های کمک کننده در این ولایت به آن دست 3500 کودک محل های بازی و صنوف درسی را ساختند که در گذشته مصروف کارهای شاقه در این ولایت بودند. به شمول پارون مرکز نورستان در 8 ولسوالی این ولایت به حمایت مالی اداره های کمک کننده به آن ده 3500 کودک کم عمر دختران و پسران صنوف درسی و پارک های تفریحی ساخته شد که قبل از این همراه با خانواده هایشان مصروف کارهای شاقه بودند. صنوف مذکور که تعداد آن به 80 باب می رسد
150 معلمین زن و مرد در آن مصروف تدریس هستند. سر درسون اون سر خسته زل دست نو چی مناسب زل وبکول تر تو چی دل ته مشمان دوستان محل کنه دا چی جوش دیو دل ترازی آرام خسته آرامی سره درس وای خستر سر درسونه ریاضی شو دینی سوراتونه شو هر څه دی وای خو خوشحال مخی د سوي چی دل ته مشمان بیکار ګرځیدل او درسونه صحیح منظم نه وو او غریبانان خلق دی او دیده او غاری چی لوبی او که دلوبی سامان مهیا نکیده. دختران و پسران مصروف درس و بازی در پارک ها ابراز خرسندی می نمایند که بجای کارهای شاقه به فراگیری تعلیم و بازی رو آوردند. آنان خواستار تمدید مهلت سنوف یاد شده نیز هستند. کتایی که گذیدو که برندش شایان بمگندول او سیمون سپستر از او مون لو به خرم اجن کو مخکی لو به زن لار وس مون دل ترازو مرګور سا مختلف لو بلر لو وک مون مخکی بیزای سی په کوڅو کې ګرځیدو درس بنول او اوس د ماشمانو دوستانه محل جوړ شوی دی مون اوس درس یو دنیا ته مزد کو حساب مزد کو خوشاله یو. از سوی دیگر مقامات ولایتی نورستان میگن که نزدیک به 45% کودکان در این ولایت همراه با خانواده هایشان مصروف کارهای شاقه هستند و آنان می خواهند تا این رقم را با کمک و همکاری اداره های کمک کننده کاهش دهند. تقریبا 15% پوریزمون نگه ما شمان دقا والدین و سرپزمک و که په زنگلون و که لرگی راوری مالداری که دی باش که در ما شمان کار که تقریبا 15% مونگه تخمیم کرده. به گفته مسئولین ولایت نورستان به این ولایت در گذشته هم توجه صورت نگرفته و بسیاری از باشندگان این ولایت در بخش‌های متعدد با چالش‌های جدی روبرو هستند که نیاز به کمک و همکاری دارند. جوانان در بلخ خواستار غرس نهال از سوی باشندگان شهر هستند. با فرارسیدن فصل بهار جوانان بلخی میگویند هر فرد به هدف سرسبزی شهر و محل مکلف است تا نهال و بوته‌ها را غرس نماید، زیرا در جلوگیری از تغییرات اقلیمی نیز مؤثر تمام شود. از سوی دیگر مسئولین ریاست زراعت از غرس 35,000 نهال در شهر و ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهند و خواستار پرورش و محافظت آن از شهرنشینان نیز هستند. خاطر که سال نو است گلا را مردم میبره هر ساتگری که در جایی که میشوند خصوصا به خانه که میشونیم چیزی می هر ساتگری که سعی میکنیم چیزی میبینیم لذت میبری از گلا و از چیزا وقت و عادش است در حساب چیز همگی مردم از خوش میشن همگی یعنی گل است یعنی انار است یعنی چیزا را ما در این خانه برده میشونیم به خاطر که ما سعی میکنیم دل تازه میشه. قیمتاشون با چیز است نه 100 روپا و 80 روپا و 90 روپا خوب است در حساب چیز ای سالای خونو که نگاه میشه و چیز میشه باقلاده برای مردم خوب است. گل یکی از بوتای است که رنج آدم از رنج غصه دور نگاه میکنه. ما در خانه گل داریم رقم باز هم آمده کدام کم بوتای خود از این پوره کن. گل یک چیز است که هر کدام از این را که ببینه خودش یک خوشحالی است برای انسان. نهالشانی فایده های زیاد داره و ما باید فرهنگ نهالشانی را پیشرفت بدیم، رونق بدیم، چرا که نهالشانی برای انسان بسیار مفید می باشه. هر درختی که ما میشانیم در کوچه ها یا در هر جایی که میشانیم برای برای 70 انسان یا 72 انسان اکسیژن می بخشه و دیگه ما باید همیشه رونق بدیم و مردم را بگوییم که در کوچه هایشان نهال بشن، دانه های دروازه شان و اونها را آبیاری کنند. مردم تقاضا داریم که از این درخت باید زیاد بشن که هر چه شهرک درخت زیاد داشت بیخی شهرک خوب همون تا زیبا نشان میده. بسیار هوای پاک داره درخت همی گردخواه کسته اینمی همی درخت میگره درخت بسیار همون تا زیبا نشان میده درخت همی شهرک بیخی شهرک زیبا نشان میده. ریاست زراعت ولایت بلخ در سال جاری 35200 اصلی نیال آمده توزیع است. این نیال ها از طریق کمیسیونی که تعیین شده اکثرا در جای عامل منفیه، مکاتب، مساجد، راه عمومی، کنار جاده ها و نرها ای برای سطح اولسوالی ها توزیع میشه. اینا در مقابل بسیار یک پیسی ناچیز آمده توزیع است که 40% این نیال ها تانوس توزیع شده و 60% باقی مده که فعلا هم پروسه ادامه داره.
حال هم چند رویداد مهم از جهان. آمریکا بار دیگر به ملحق شدن و عضویت اوکراین در ناتو اطمینان داده است. آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در کنار حمایت از اوکراین تاکید کرده که کشورش یک روز حتما عضویت اوکراین را به دست خواهد آورد. بلینکن همچنین افزوده آمریکا با توان کامل به حمایت از اوکراین دوام می‌دهد و نمیگذارد تا در برابر روسیه تنها گذاشته شود. بلینکن در کنار این از کشورهای حامی آمریکا در ناتو خواسته تا به حمایتشان از اوکراین ادامه دهند. برخی از رسانه‌های آمریکایی به حملات پاسخی ایران بالای اسرائیل هشدار داده است. بعد از حمله هوایی اسرائیل بالای کنسولگری ایران در سوریه که در آن گزارش‌های کشته شدن 7 عضو برجسته سپاه پاسداران ایران نیز ارائه شده بود، اکنون به تازگی رسانه CBS آمریکا با نقل از مقامات اسرائیلی و آمریکایی گزارش دادند که ایران می‌خواهد در پاسخ به این حمله هشدار به حملات احتمالی هوایی و راکتی بالای اسرائیل را بدهد. بر اساس گزارش ایران در ظرف یک هفته آینده ممکن این حملات را انجام خواهد. و خبر اخیرین که آمریکا به هدف عملی نمودن آتش بس در غزه خواستار اعمال فشار بالای گروه حماس گردیده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تا یک نامه از قطر و مصر خواسته تا به حیث میانجیگر به هدف عملی نمودن آتش بس بر گروه حماس فشار بیاورند. بایدن از بزرگان کشورهای مذکور خواسته که برای آغاز و عملی نمودن مذاکرات آتش بس گروه حماس را ماده معامله رهایی گروگانان اسرائیلی نمایند. بایدن همچنین افزوده است که در گفتگو با همتای اسرائیلی از وی جدن خواسته تا آتش بس را در غزه برقرار نماید. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسه. سپاس شما و همکارانم وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.